با عرض سلام خدمت دانش آموزای سال هفتم. خب بچه ها، همونطوری که ما جلسه قبلی بهتون گفتیم، ما امروز حل تمرین فصل هشتم بردارها رو داریم. خب اولش اول بپرسیم ببینیم که کیا خونده. خب اول ببینیم کیا خونده. سلام علیکم حنان خانم. خب بچه اگه اوکی شروع کنیم. سلام. بچه هر کی هست اوکی بده شروع کنیم ها. سلام آرش. سلام خانم زهرا. خب بچه حالا تا شروع بچه بیا ما یه چند تا سوال حل کنیم تا بقیه هم بیام. خب سوال اول بچه ها دقت کنید. خب سوال اول بچه نمونه سوالاتی که هستید نمونه سوالات امتحانی پایان ترمتون هم هستش. ما همه رو گلچین کردم براتون درست کردم و امروز داریم. خب سوال اول گفته در جای خالی عدد یا کلمه مناسب بنویس. من چند تا حل میکنم، حالا هر از گاهی که نیاز دیدم از شما سوال میکنم. گفته الف دو بردار اگه همراستا و هم اندازه و جای خالی باشن قرینه یکدیگرن. خب توی جزوه‌مون هم گفته بودیم دو بردار چه زمانی قرینن؟ همراستا، هم اندازه ولی جهتش یکی نباشه، پس میشه خلاف جهت، یعنی جهتش یکی نباشه یا مخالف جهت هم باشن، و خلاف جهت هم باشن قرینه یکدیگر هستن. پس دو بار اگه همراستا، هم اندازه و خلاف جهت هم باشن قرینه یکدیگرن. خب دو بردار هم جهت، جای خالی و جای خالی با هم مساوی هم. خب چه زمانی دو بردار با هم مساوی بودن؟ زمانی که هم جهت، هم راستا و هم اندازه. پس جا خالی ما میشه هم راستا و هم اندازه. پس میشه هم راستا و هم اندازه. اینه که جلسه قبل هم خیلی ما بهش تاکید کردیم. خب این سوال په خیلی مهمه. من نکته رو میگم شما باید جواب بدید. گفته قرینه نقطه 3 و منفی 5 نسبت به محور طولها چی است؟ بچه ما جلسه اول بهتون گفتیم اگر یک نقطه ای یا برداری بخواد نسبت به محور طولها قرینه‌شو رسم کنیم، نسبت به محور طولها رسم کنیم، عدد طول ثابته، عدد عرض چی میشه؟ قرینه میشه. پس نسبت به محور طول ها تو عدد طول ثابته ولی عدد عرض قرینه میشه. خب الان قرینه این نقطه 3 و منفی 5 نسبت به محور طول ها نقطه چنده؟ سلام به همگی. خب بچه ها قرینه نقطه 3 و منفی 5 نسبت به محور طول ها نقطه شم که گفتم، ببینم که چیکار میکنید. سلام بچه، سوال جواب بدید. X3 Y5 آفندینا بقیه. شست و پنج چیه آرش؟ شست و پنج من نمیدونم چیه. الناز X3 Y5 آفرین. همین دو نفر اونایی که سریع جواب بدن، ما دیگه هر کی جواب سریع برسه دیگه بقیه رو می‌بینیم. خب بعد جواب سوال قرینه نقطه 3 و منفی 5 نسبت به محور طول‌ها میشه چی؟ میشه x ثابت 3، y قرینه میشه، میشه چی؟ مثبت 5. بعدی قرینه نقطه 4 و 5 نسبت به محور عرضا. خب برای محور عرضا ما همین سر نکته داشتیم. برای محور عرضها به این صورت بود عدد x قرینه میشه، عدد y ثابت میمونه. علامت عدد x قرینه میشه ولی علامت عدد y ثابت مونه، یعنی y هیچ تغییری نمیکنه. خب ببینیم چیکار میکنید. قرینه نقطه 4 و 5 نسبت به محور عرضها x منفی 4 y به این. دینا فوق‌العاده ای، آفرین آفرین.
آفرین دینا. آفرین الناس. فعلا دینا و الناس بکنه امروز. فارسی بچه تایپ نکنید، من متوجه نمیم چی نوشتید. آفرین آرش، آفرین زهرا، آفرین. داره یواشاش میایید بالا دیگه. آفرین. خب سلام. خب ببینید، پس گفتیم عدد توی نسبت به محور ارزها، نسبت به محور ارزها عدد x قرینه میشه. 4 علامتش چی میشه؟ قرینه میشه دیگه، طول دیگه، بالا طول بود پایین ارز بود. حالا 4 میشه چی؟ منفی 4. ارز میشه چی؟ خودش. تغییری نمونی همونو بنویس. همون ببین وقتی که y مساوی y، یعنی همون، هیچ تغییری تو y به وجود نیارش. اینم از این. خب حالا نسبت به مبدا مختصات. نکته ای که در نسبت به مبدا مختصات در جزوه بهش اشاره شده، مبدا مختصات، نسبت به مبدا مختصات بچه ها هم x قرینه میشه هم y قرینه میشه. هم x قرینه میشه هم y قرینه میشه. هم x قرینه میشه هم y قرینه میشه. خب ببینیم چیکار میکنید. آفرین آرش، آفرین کیمیا، آفرین دینا، آفرین الناس، آفرین آفرین. آفرین هنانه. سوال 1 قسمت 1 2 3 4 پنجمی. سوال 1 قسمت پنجمی. پریا، محشید، آفرین. آفرین دینا، آفرین فاطمه، آفرین آفرین. پس قرینه نقطه 0.5 نسبت به مبدا مختصات گفتیم هم x قرینه میشه هم y قرینه میشه. پس پس 3 میشه منفی 3، 7 میشه منفی 7. پس قرینه نقطه 3 و 7 نسبت به مبدا مختصات میشه منفی 3 و منفی 7. خب بریم سوال بعدی. بریم قسمت جیم. بچه چرا نمیخواد بچه؟ حالا این چه از کتاب ها هست فعلا برای شما نمیخوایم. رفت بعدی، برگردونمش. خب قسمت جیم بچه ها گفته اگر مختصات برداری منفی 7 و 4 و انتهای مثبت 5 و 6 باشد، ابتدای بردار نقطه به دست بیار. بچه ها الان به ما انتها رو داده با مختصات، ابتدا از ما خواسته. نکتهش هم به این صورت بود. من یه بار نکته رو بگم بچه هایی که حالا تازه اومدم بدونن که به چه صورت هستش. گفتیم اگر به ما انتها و مختصات رو بده و ابتدا رو بخواد، به این صورت میشه. ابتدا مساوی میشه با انتها منهای مختصات بردار یا طول بردار. مختصات مختصات بردار، انتهای بردار منهای مختصات بردار، به مختصات طول بردار هم میگن. پس اگر انتها و مختصات ابتدا بجو، اگر به ما ابتدا، اگر به ما ابتدا و مختصات و انتها بخواید اینجوری به دست بیارید، انتها میشه انتها مساوی با ابتدا به اضافه مختصات بردار یا بردار انتقال. به مختصات بردار بچه بردار انتقال هم میگن. پس اگر ابتدا و مختصات بردار بدن، انتها بجود.
حالا اگر به ما ابتدا انتها رو بدن مختصات و بردار رو بخوان به همین صورته، میشه انتها منهای ابتدا، یعنی به جای ابتدا و مختصات و بردار جا به جا میشه. این از این. خب گفته اگر مختصات و برداری منفی 7 و مثبت 4 و انتهای مثبت 5 و 6 باشد، ابتدای بردار رو به دست بیارید. خب بیا ببینم چیکار کردید. خب x 12 y منفی، آفرین آرش. الان صدام داری؟ زهرا دقت کن. x 12 y منفی، آفرین دینا. کیمیا آفرین. دقت کن ایلیاز، ایلیاز یه دقت کوچیک کن. الان سلام داره بچه ها. خب صدا اوکی است. خب اون همونطوری که اکثر دوستامون حل کردن، دانش آموزه عزیز ما حل کردن به این صورت. بچه ها انتهای بردار چیه؟ مثبت 5 و منفی 6. مثبت 5 منفی 6 منهای، خب ابتدای بردار من چیه بچه ها؟ منفی 7 مثبت 4. خب بچه ما جلسه قبل گفتیم برای جمع و تفریق بردارها طولها با همدیگه جمع میشن، عرضها با همدیگه جمع میشن. خب این منفی بچه پشتشه هم واسه طول هستش هم واسه عرض، نه اینکه فقط به طول قرینه کنی بعد با عرض بیخیال، نه، این منفی که وسط دوتا مختصات هستش هم واسه طول دومی هستش هم واسه عرض دومی، یعنی اول شما علامت دخالت میدید بعد دوتا رو با هم دیگه جمع میکنید، حالا هم علامت بودن جمع میکنید، علامت بزرگتر مختلف و علامت بود کم میکنید، علامت عدد بزرگتر. خب دقت کنید الان منفی در منفی چی میشه؟ مثبت. ببینید ببینید اینجا الان منفی در منفی چی میشه؟ مثبت میشه. پس میشه مثبت 5 به اضافه 7. هم علامت ها نیگه بچه ها، اینا هم علامت هم، 5 و 7 جمع کنیم میشه چند؟ 12. هر دوتاش هم که مثبته پس میشه مثبت 12. بعدی منفی در مثبت چی میشه بچه ها؟ منفی در مثبت میشه چی؟ منفی. منفی در مثبت میشه چی؟ منفی. ها اینا هم دوتا هم علامت هم، منفی 6 منهای 4، هم علامت ها جمع، علامت یکیشونو میذارید میشه 10، پس میشه منفی 10. پس مختصات ابتدای ما میشه مثبت 10 و مثبت 12 و منفی 10. این از این. خب بریم سوال خه، ببینم کی جزوه رو خونده، این نکتهش تو جزوه هستش. خه هر نقطه‌ای که رو محور طول باشد عرض آن چند است؟ خه خب ببینیم هر نقطه‌ای که روی محور طول باشد، رو محور طولم اول بگم بعد بهتون میگم نکتهش. آفرین بچه فارسی حسام باد باشه که زهرا آفرین، آرش آفرین، حنان آفرین، دینا آفرین، آفرین دینا، روجان، فاطمه آفرین آفرین آفرین. هر نقطه‌ای که رو محور طول ها باشه، ببینید اگر این محور مختصات باشه بچه‌ها، اگر محور مختصات باشه محور طول های محور افقی دیگه، یه نقطه روی این باشه، ببینید اینجا، ببینید اینجا، ببینید اینجا، ببینید اینجا، اینا نقطه محور طول هاست. وقتی محور طول ها باشه هیچ عرضی وجود نداره، پس عرضش صفر هسته، پس عرضش صفر هسته به این صورت. خب بعدی هم که مشخصه. خب بریم سوال 2.
خب دقت کنید. باشه. بذار کنم. باش. باش. یکی دیگه هم بدم چشم. خب بچه سوال دو گفته اگر نقطه آ به مختصات 5 منفی 2 و به اضافه 10 روی محور طول ها باشه مقدار آ را به دست بیارید. ببین بچه گفته روی محور طول ها باشه. خب ببینم چیکار میکنید. اوکی دیانا خب بچه سوال دو رو حل کنید. اگر نقطه آ به مختصات 5 منفی 2 به اضافه 10 روی محور طول ها باشد مقدار آ کدام است؟ آفرین آرش. آفرین. آفرین. خب دقت کنید بچه ها، اونا که متوجه گوش کنن، گفته بچه رو محور طول ها باشه. همین الان گفتیم وقتی که نقطه رو محور طول ها باشد عرضش صفر دیگه، پس این عبارت باید مساوی صفر باشه. حالا ما ببینیم به ازای چه عددی به جا آ بذاریم که این عبارت صفر بشه. میشه یه معادله دیگه، پس میشه منفی دو ای به اضافه 10 مساوی با صفر. منفی دو آ به اضافه 10 مساوی با صفر. خب یه معادله درجه یک معلومات یه طرف، مشغولات یه طرف. منفی دو ای مساوی با منفی 10. حالا A مساوی با عدد معلوم منفی 10 تقسیم بر ضریب مجهول، عدد پشت مجهول منفی 2. 10 تقسیم بر 2 میشه چند؟ 5. منفی در منفی هم میشه چی؟ مثبت. پس جواب ما میشه مثبت. یعنی ما اگر در مختصات عرض به جای A بذاریم مثبت 5، عرض ما چی میشه؟ 0 میشه. پس گزینه صحیح ما گزینه B خواهد بود. خب بریم سوال بعدیمون. گفته ابتدای برداری منفی 5 و مثبت 4 و انتهای آن 3 و منفی 2 می باشد. مختصات بردار کدام است؟ بچه اینجا الان مختصات از ما خواسته. خب ببینیم. پس ابتدای بردار منفی 5 و 4 و انتهای آن 3 و منفی 2. مختصات بردار کدام است؟ آریان صدام دارید الان؟ الان صدا هست؟ خب جیم یکی جواب داد. دینا خب آفرین 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 بچه روژان دقت کن. زهرا دقت کن. گفتم نکتهشو وقتی به ما ابتدا و انتها میده میشه انتها منهای ابتدا، انتهای بردار منهای ابتدا. این منهای وسط رو بچه خیلی دقت کنید اشتباه نگید. منها رو اول باید دخالت بدید توی مختصر دوم بعد بیارید حلش کنید. آفرین آفرین. آفرین دیانا. آفرین یگانه. آفرین آفرین. آفرین. خب دقت کنین اونایی که اشتباه دارن، اکثرا که خب درست داره بود. اونایی که اشتباه دارن نگا. گفتیم بچه‌ها وقتی که به ما انتها و ابتدا بدن فرمول به این صورت میشه. میشه مختصات بردار
مساوی است با انتها منهای ابتدا، انتها منهای ابتدا. خب دقت کنید، خب الان انتهای ما چنده بچه ها؟ انتهای ما 3 -2. منهای ابتدای ما چنده؟ منهای 5 و 4 مساوی است با. خب این منفی ها رو بیاریم دخالت بده، منفی در منفی هست چی میشه؟ مثبت. یعنی گفتم این منفی رو اول دخالت، این منفی خیلی باید حواستون باشه، منفی در منفی میشه مثبت، منفی در مثبت چی میشه؟ میشه منفی، پس پایینی میشه منفی. پس شد مثبت 5 و منفی 4. حالا این دوتا طول ها با هم دیگه جمع میشن، عرصه هم دیگه. خب مثبت 3 و مثبت 5 هم علامت هستن، وقتی هم علامت باشه جمع میکنیم میشه 8، علامت یکیشونو میذاریم میشه مثبت 8. حالا این دوتا منفی 2 و منفی 4 هم علامتن، جمع میکنیم علامت یکی رو میذاریم منفی 6، پس میشه مثبت 8 و منفی 6، پس میشه گزینه جیم. خب بریم بعدی. خب گفته مختصات برداری منفی 7 و 4 و انتهای آن مثبت 5 و منفی 6 می باشد، ابتدای بردار کدام است؟ مختصات برداری منفی 7 و مثبت 4 و انتهای مثبت 5 و منفی 6 می باشد، ابتدای بردار کدام است؟ الان صدام داری بچه ها؟ بچه صدای من نداری الان؟ الان صدام داری؟ خوک. خب پس دقت کنید، مختصات بردار منفی 7 و مثبت 4 و انتهای مثبت 5 و من ابتدای بردار میخواد، ابتدای بردار میخواد. خب ببینیم چیکار کردی؟ هنانه الف الف به بر دقت کن، اونایی که میگن به دقت کنن، آرش الف، دیانا الف، سارا الف، الناز الف، دینا الف، آفر آفر آفر. آفر. خب دقت کنید بچه ها، به ما بازم به ما مختصات رو داده، انتها خواست، ابتدا رو میخواد. خب میگیم ابتدا، ابتدا مساوی است با، گفتیم انتها منهای چی؟ مختصات برداری. انتهای من مثبت 5 و منهای 6 هست، منهای مختصات برداری منفی 7 مثبت 4. خب ببینید بازم منفی ده. این منفی حواستون باشه، اول منفی دخالت بدید، بعد منفی در منفی میشه مثبت، منفی در مثبت چی میشه؟ منفی. پس مثبت 7 منفی 4. خب طول ها دوتاش هم علامته، مثبت 5 و مثبت 7 میشه چند؟ مثبت 12. بعدی این دوتا هم علامته، منفی 6 و منفی 4 هم علامت، جمع 10، علامت یکیش میذاره منفی 10.
پس میشه 12 و منفی 10، پس گزینه الف صحیح میباشه. خب بریم سوال بعدی بچه ها. قرینه نقطه آ به مختصات 8 و منفی 5 نسبت به محور عرضها کدام نقطه است؟ نکتهش هم که گفتیم اول کلاس، 8 و منفی 5. خب ببینم، خب کیمیا، کیمیا اینه یا فکرم قبلیه که برای کیمیا. آرش آفرین، 3 حسام 3، روجان 3، آفرین بچه همه درست گفتید، آفرین. همینجا که تو خونه هستی برای خودتون یه دست بزنید. آفرین. خب همونطوری که همتون گفتید قرینه نقطه نسبت به محور عرضها، بچه گفتیم وقتی که نسبت به محور عرضها بخوایم نقطه ای رو قرینه کنیم، قرینه نسبت به محور عرضها، نسبت به محور عرضها عرض ثابته، طول چی میشه؟ قرینه میشه، میشه منفی 8 و منفی 5، پس گزینه 3 صحیح میباشه. خب بریم بعدی. آفرین بچه، آفرین. خب سوال بعدی، گفته نقطه A روی محور افقی به طول 3 و نقطه B به عرض 3 روی محور عمودی مفروض است، مختصات BA کدام است؟ مختصات BA یعنی ابتداش B، انتهاش A هستش. نقطه A روی محور افقیه بچه ها، روی محور افقی یعنی روی محور طول هاست، A نقطه روی محور طول هاست، اینو دقت کنید. بی هم روی محور عرضها روی نقطه 3 هستش. حالا از بی به آر میخوام ببینیم چند واحد افقی حرکت کردن، چند واحد عمودی. اگر بچه نکته به این صورت بهتون میگم، اگر به سمت راست رفت از بی به ای رفتیم راست، یعنی طولش مثبته. از بی به ای اگر رفتید افقیش چپ، یعنی طولش منفیه. برای عرضش اگر اومدید پایین، یعنی عرضش منفیه، اگر رفتید بالا عرضش مثبت. اول بچه ها این دوتا نقطه رو روی محور رسم کنید، نمایش بدید کجا هستش، بعد ببینید که از B تا A چند واحد افقی حرکت کردید، چند واحد عمودی. خب ببینم چیکار میکنید. خب ببینم که کسی بی من حواسا نبیره است. خب ببینم خب ببینم چیکار کردی. بی بچه دقت کن، بی ای خواستا، یعنی ای ما انتهاست، نقطه ای انتهاست، نقطه بی ابتداست. اینا دقت کنید، نقطه A انتها هستش، نقطه B ابتدا هستش، اینا حواستون باشه. من یه لحظه گزینه بچه ببینم. آفه G دقت کن فریا، الف فریا دقت کن، دینا دقت کن، الافه کیمیا دقت کن، الف آفرین، زهرا الف آفرین. آفرین بچه های گل خودم. خب ببینید، پس ببینید اگر مختصر رو محور مختصر رسم کنیم بچه ها، اول رو محور مختصر رسم کنم به این صورت.
خب گفته نقطه ای روی محور افقی به طول 3 مثبت دیگه، مثبت ایکس ها سمت راست هستش، پس 3 بار 1 2 3، یعنی نقطه ای اینجاست، تو عرض نداره دیگه، فقط گفته روی محور طولانی، اینجا ایه، اما اینجا نقطه ای هستش، اینجا نقطه ای هستش، بعد گفته نقطه بی به عرض 3 مثبت، مثبت عرضها، مثبت عرضها به سمت بالا هستش، 1 2 3، ببینید اینجا نقطه بی هستش. حالا گفته از این بی به ای وصل کنید، بچه از بی به ای وصل کنید. خب ببینید میخوایید از بی با ای چند واحد افقی چند واحد، ببینید اول همیشه بچه اول افقی باید برید، اول بی اینجاست دیگه، خب اینجا یه واحد، اینجا دو واحد، اینجا سه واحد، سه واحد رفتی سمت راست، سه واحد رفتی سمت راست، یعنی طولش مثبت 3 هست، پس یا الف یا ب هست، جیم و دال همینجا الان هست شد. حالا از همینجا که افقی ببینیم چند واحد بالا اومدیم پایین، وقتی که میاییم پایین محور عرضها چی میشه؟ منفی میشه، 1 2 3، سه واحد، پس مثبت 3 واحد رفتیم جلو، 3 واحد اومدیم چی؟ پایین، پس مختصات ما میشه 3 و منفی 3. حالا اونایی که از روی مختصاتی، خب ابتدا انتهای من چنده بچه ها؟ انتهای من ایه دی بچه ها، گفتیم توی حرف گذاری ها حرف آخر حرف دومی انتهاست، حرف اولی ابتدا، پس انتهای من چنده؟ الان به من انتها و ابتدا رو داده، مختصات خواسته، پس میشه انتهای بردار منهای ابتدای بردار، پس انتهای من هست 3 0 منهای ابتدا، منهای ابتدای من چنده؟ 0 و 3. خب این دوتا با هم کم کنیم، 3 منهای 0 میشه 3، 0 منهای 3 میشه منفی 3. ببینید اینم از روش بردار، این از روش بردار، اینم از روش ریاضیش. خب کسی هست متوجه نشده باشه تا الان؟ همه اوکی دیگه، اوکی اوکی اوکی. چه آرش کجا نفهمیدی؟ آه سوال نده، فکر کنم منظورشون بود. اوکی اوکی آفا، خب بس من نفهمیدم. نوشین این سوال رو دقت کن، ببین به ما یه نقطه دو گفته نقطه روی محور افقی به طول 3، همین الان گفت محور افقی یعنی یه نقطه دارم روی محور طولها، وقتی که نقطه روی محور طولها باشه یا هم محور افقی عرض نداره، یعنی اون طولی که هستش میشه طولش، عرض نداره، عرضش چنده؟ 0. و اگر نقطه روی محور عرضها باشه، روی محور عرضها یا روی محور عمودی باشه طول نداره، یعنی طولش 0، پس عرضش هم همون نقطه‌ای که سوال داده. خب به ما الان این الان به گفته بردار بی ای، وقتی که میگه بردار بی ای یعنی ابتدای من هست، این ابتدای من هستش، حرف اول همیشه ابتدا هستش، حرف ای یعنی چی هستش؟ انتها هستش. خب ما الان به ما انتها رو داده، انتها رو داده، نقطه انتها رو داریم هست 3 و 0، من با یه رنگ دیگه نمایش بدم دقیق، ما نقطه انتها رو داریم 3 و 0، نقطه ابتدا هم داریم چند؟ 0 و 3. گفتیم وقتی که به ما ابتدا و انتها رو بدن، میگید انتها منهای ابتدا، حالا انتها رو هم 3 و 0، ابتدا هم 0 و 0، این دوتا رو از هم دیگه کم میکنم، 3 منهای 0 میشه 3، 0 منهای 3 میشه چند؟ منفی 3. یا از لحاظ برداری به نقطه بردار ای و نگو 3 واحد رو محور طولا مثبت دیم، مثبت طولا سمت راست، چپش چیه؟ منفیه، 3 واحد بریم جلو، عرضم که نداره، بس همینجاست نقطه ای ما، اینجاست بی ما هم که بنسو 1 2 3، گفته از بی برید ای، از بی برید ای، اول باید افقی رو بشماریم چون اول طوله، بالا طول هستش. خب اف از بی ببین رفته جلو دیگه، ببینید ای ما اینجاست، بریم جلو دیگه، نمیتونیم بریم عقب که
عقب بریم که نقطه وجود نداره. پس به همین خاطر سه واحد میریم، الان میریم چند واحد؟ یه واحد، دو واحد، سه واحد رفتیم جلو، همین روبروش رسیدیم. حالا میایم پایین. وقتی که عمودی میایید پایین یعنی محور ارزاتون چی شده؟ منفیه. پس سه واحد رفتیم جلو، پس طولهای ما مثبته، عرضهای ما چی هستش؟ منفی هستش. پس میشه سه واحد طول مثبت، سه واحد عمودی واسه عرض ما. متوجه شدید نوشین؟ خب خواهش میکنم. خب بریم سوال بعدی بچه. سوال بعدی ببینم که سوال خب اینو باید فکر کنم رو مختصات دیگه. خب شما نمیتونید نمایش، من رو مختصات نمایشش بدم بعد بیایم که اون چیزی که شما میتونید. خب گفته نقطه آ به مختصات منفی 1 و 3 و بی به مختصات منفی 3 و منفی 2 رو دستگاه مختصات نمایش بده. خب من اول یه سوال بپرسم ببینم کی جزء رو واقعا خونده. خب بچه ها نقطه A روی کدوم ناحیه میفته؟ ما 4 تا ناحیه داریم، ناحیه اول، ناحیه دوم، ناحیه سوم، ناحیه چهارم، و به هر کدومش هم یه نکته گفتیم توی جزوه. اگه دقت کنیم گفتیم نقطه‌ای که ناحیه یک میفته چه ویژگی داره، نقطه‌ای که ناحیه دو میفته اینجا ناحیه اول هستش، اونایی که نبودن اینجا ناحیه دوم هستش، اینجا ناحیه سوم هستش، اینجا ناحیه چهارم هستش. هر کدوم از این نواحی ویژگی‌هایی داشتن. خب الان من میخوام ببینم نقطه A به مختصات منفی 1 و 3 ناحیه چندمه. خب ببینم جواب میدی. آفرین. ببینید ما گفتیم نقاطی که دقت کنید بچه‌ها که نبودن، آفرین، نقاطی گوش کنید اونایی که نبودن، گفتیم نقاطی که x‌شون منفی، طولشون منفی، عرضشون مثبت میافتن ناحیه دوم. طول منفی، عرض مثبت میشه ناحیه دوم. پس این نقطه اینجا میفته و واقعا هم همینطوره. اول بچه‌ها برای رسم مختصات نشون دادن تو محور، اول تو منفی یک روی محور طولها باید بریم عقب. من یه واحد میام عقب، این یه واحد میشه منفی یک. حالا از اینجا باید چیکار کنم رو محور عرضها؟ سه واحد مثبته، مثبت عرضها به سمت چی هستش؟ بالا هستش. بس سه واحد میرم بالا، یک دو سه. خب تقریبا اینجا میشه دیگه. پس این میشه مختصات نقطه A، مختصات نقطه A. ببینید ناحیه دوم افتاد، این نقطه ای که من الان کشیدم ناحیه دوم هستش. خب حالا نقطه B ناحیه چندم میشه؟ نقطه B. آفرین بچه، آفرین سارا، آفرین کیمیا، آفرین روجان، آفرین دینا، آفرین فریا، آفرین هنانه، آفرین محشید. معلومه خوب خونده. آفرین. اعتمادی الان مشکل از وگرنه الان نمیدونم دیگه، فکرم اداب کنه که یه خور مشکل داره. آفرین فاطمه، آفرین ایلیاز، ایلاز اگه اشتباه نکنه. آفرین بچه، گفتیم اگر در نقطه هم طولش منفی باشه هم عرضش منفی میشه ناحیه سوم. خب اول طولها منفی 3، من یه رنگ دیگه استفاده کنم. خب سه واحد میام چی؟ یک دو سه واحد رو محور طولها. بعدی رو محور عرضها دو تا واحد بیام پایین، یک دو، از اینجا یه واحد دو واحد، تقریبا اینجا میشه، این هم میشه نقطه بی، این هم میشه نقطه بی. خب این شد نقطه A، این هم نقطه B. گفته بردار آبی را رسم کن، یعنی از A به B میخوام وصل کنم، از A باید وصل کنم به B، از A باید وصل کنم به B و مختصات آن را بنویسید. حالا بردار آبی رو و
برام مختصاصو بگید از آتابی چند واحد افقی حرکت کردیم، چند واحد عمودی. هم مختصات، یعنی به شما الان انتها و ابتدا رو داده، از اون مختصات بردار رو میخواد. حل کنید که ببینیم که به چه صورت خواهد بود. یعنی که یاد گرفتید یا نه، دیگه نباید سوتی بدید. خب ببینیم چیکار کردیم. الان صدا میاد؟ مشید. صدا من ده بچه ها؟ چی آرش؟ خب آرش که جواب داد. خب حالا فعلا چیزایی که میکشید نمیاد برای من. حالا اینو باید میگم از اداب کانکت نگاه کنید شاید مشکل از وگرنه من الان نمیتونم اینو بینه. حالا بعد میتونید حالا چیزایی که منیستیم توی ما فیلمشو میزن توی کانالمون. حالا اگه میتونی از طریق آپارات هم نگاه کن ببین مشکل از یا اداب کانکتت یا از حالا نرم افزاری، وگرنه من الان نمیتونم اینو تشکر. بچه الان صدای من اوکیه؟ الناز آفری. الناز نه دقت کن، دقت کن، نه حواسانم دلست من. آفرین فاطمه، آفرین فاطمه. آرش دقت کن، آرش آفرین روجان، آفرین. بچه خوب اینقدر دقت کن، الان به ما گفتم که به ما این همه الان حل کردیم، به ما ابتدا و انتها رو داده، از ما مختصات بردار، بردار آبه. حرف اول ابتداست، حرف دوم انتهاست. دیگه خیلی باید الان اوکی باشید. چرا تو این یه دونه هنوز مشکل داری بعضیتون؟ از رو نمودارم بری خیلی راحت ترید. ببینید از آ تا ب چه تغییری کرد. رو محورم بکش خیلی فکرم راحت ترید. آفرین علاس. دقت کنیم اینم. بنم چیکار می‌کنیم؟ اینه خیلی کم جواب دادید. گیمه کدوم اولی منفی 5 یعنی x ته؟ آها اوکی. یلدا. آه آفرین درست. آفرین سارا. آفرین کیمیا. ایلیا. ایلیال. خب بقیه بچه ها خواهشان یه خورده دقت کنید. نوشین دو چی الان؟ مثبت منفی من الان علامت نمیذاری یعنی من یعنی الان نوشین برای تو میشه مثبت دو منفی 5 اگر اینه غلط. سوال 3 دقت کن، سوال 3 رو دینا. آفرین لاس، آفرین سارا حل کردی که دیگه چند بار حل میکنی؟ اولین بار درست اگر بکنم بعدا غلط کرد. اولین بار فکرم درست برسه، بعد فکرم اشتباه کردی. چیه فاطمه؟ خب بریم حل کنیم. بینید بچه ها الان گفته بردار ای بی رو رسم کنید. گوش کنید اونایی که متوجه نشد. اکثر همون مثبت منفی رو حواستون نیست. گفته بردار ای بی یعنی ابتداش ای، انتهاشی هستش بی هستش دیگه. خب به ما مختصات رو میخوادیم. مختصات گفتیم میشه انتها منهای ابتدا. انتهای من چی هستش؟ پس من بنویسم مختصات
بردار. مختصات بردار. خب مختصات بردار میشه انتها. انتها چیه؟ منفی 3 منفی 2. منهای ابتدا چند هستش؟ منفی 1 مثبت 3. خب گفتم اول بچه این منفی رو خواهشن دخالت بدید، من نه چندین بار این منفی مطمئنا هنوز بعضی یادتون میره. اول منفی در منفی مثبت، منفی در مثبت منفی. خب حالا حلش میکنیم. منفی 3 به اضافه 1 مختلف العلامه کم، علامت را بزرگتر میشه چی؟ منفی 2 میشه منفی 2. اینجا هم علامت هم منفی 2 و منفی 3 هم علامت هستن، هم علامت رو جمع میکنیم، هم علامت 2 و 3 جمع کنیم میشه 5، علامت یکیشون رو میذاریم پس میشه منفی 5. پس مختصات بردار ما میشه منفی 2 و منفی 5. اگر هم دقت کنید روی نمودار از A تا B ببینید، اول طول دیگه اومده عقب دیگه، ببینید اینجاست این 2 اینجا یه واحد، اینجا دو واحد اومده منفی 3، از منفی 1 تا منفی 3 دو واحد اومده عقب. وقتی که دو واحد میاد عقب یعنی چی؟ منفی. حالا از اینجا از منفی 2 میایم 3 واحد میایم، از منفی 2 میایم تا برسیم به ب، یه واحد دو واحد سه واحد، این سه واحد که بیایم پایین شده 0. حالا دو واحد دیگه میایم چی؟ پایین. وقتی که کلا چند واحد؟ یه واحد دو واحد سه واحد چهار واحد پنج واحد اومدیم پایین. وقتی که میایم پایین عرض من چی میشه؟ منفی میشه. پس مختصات من میشه منفی 2 منفی 5. قسمت بهش گفته متناظر با بردار ای بی یه جمع بنویسید. ما گفتیم جمع بردار به چه صورت هستش بچه ها؟ جمع بردار به این صورت هستش، میشه جمع متناظر ابتدا به اضافه مختصات برداری، مختصات برداری مساوی است با چی؟ انتها. ابتدا به اضافه مختصات برداری مساوی است با انتها. جمع متناظر اینجوره. خب ابتدا شما چنده؟ ابتدای من بود چند؟ ای دیگه یک و منفی یک و سه به اضافه مختصات برداری، اینی که به دست آوردید انتقال، بردار انتقال، به اینم میگم بردار انتقال، میشه منفی 2 منفی 5 مساوی است با بردار انتها. بردار انتهای من چند هستش؟ منفی 3 منفی 2. این میشه جمع برداری. پس ابتدا به اضافه مختصات برداری مساوی است با انتها. ابتدای من منفی 1 و 3، مختصات برداری منفی 2 و 5، انتهای من چنده؟ منفی 3 و منفی 2. خب اگر اوکی اوکی بدی بریم سوال بعدی. یاد گرفتید یه اوکی بدیم بعد بریم بعدی. خب اوکی اوکی کلن فصل. خب فصل بردار تقریبا همینه دیگه، سوالاش همینه، باید دقت کنید. کل ما همه نمونه سوالات چند سال اخیر خودم جمع آوری کرد همینه، کلن تقریبا فصل هفت ما همینه. حالا یاد بگیرید، ما دارم حل میکنیم که یاد بگیرید. والا من نمیدونم صدا الان صدا من هست. نه 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 هفته بعد بچه، امروز دیگه فصل 8 تموم میشه، هفته بعد فصل 9 آمار احتمال رو بهتون درس میدیم. هفته بعدی فصل آمار احتمال هستش، یک شنبه هفته بعد فصل آمار احتمال هست. امروز دیگه فصل 8 بردارها تموم میشه. بریز پریا برو سایت، برو کانال هدف، ما همه فیلم های هفته قبل رو گذاشتیم. الان هم که داریم مرور میکنیم همون همون هاست، همون دو جلسه قبل رو داریم یه بار دیگه مرور میکنیم با حل سوال ها دیگه. مشکل از اینترنتتون تصویر ندارید، از آپارات هم نگاه کنید یا از اینستاگرام لایو شو ببینید، مشکل فکر کنم از اینترنتتون باشه.
خب بریم اوکی بعدی. خب بریم سوال چهار. من آروم خب سوال چهار کفته بچه ها. نقطه A به مختصات مثبت 4 و منفی 5 را در دستگاه مشخص کنید. گفته نقطه مثبت 4 و منفی 5 را در دستگاه مشخص. خب فقط شما الان بگید. خب شما که نمیتونید رسمش کنید. به من بگید ناحیه چندم باید رسم کنم. باید ناحیه چندم رسم کنم؟ آفرین. ناحیه چندم؟ آفرین، آفرین. ویژگی ناحیه چهارم هستش که طول مثبت، عرض چی هستش؟ منفی هستش. طول مثبت، عرض منفی هستش. خب میشه مثبت 4 1 2 3 4، عرضش هم 5. 1 2 3 4 5. نقطه ما تقریبا اینجاست. پس نقطه A مختصاتش به این صورت هستش. دقت کن. ویژگی ناحیه چهارم هستش که بچه ها ویژگی ناحیه چهارم x طول ما مثبت، عرض منفی. ناحیه اول هم طول هم عرض مثبته. ناحیه دوم که گفتیم عرض طول منفی، عرض مثبت. ناحیه سوم هر دو منفی هن. هم طول هم عرض منفیه. ناحیه چهارم طول مثبت، عرض منفی. نه ایلیاز. خب گفته این نقطه را با بردار A به مختصات منفی 5 و 5 انتقال بدید. بچه این مختصات گفته نقطه A رو با مختصات منفی 5 و مثبت 5 انتقالش بدید تا به نقطه B برسید. مختصات نقطه B رو هم به دست بیارید. مختصات نقطه B رو یعنی به من ابتدا رو داده، مختصات برداری رو داده، انتها رو از من میخواد. انتها رو هم به دست بیاری که ببینم چند هستش. ببینم چیکار میکنید. ابتدا و مختصات داده انتها رو خواسته. ابتدا و مختصات رو داده انتها رو خواسته. گفتم نکتهش هم هست تو کتاب، گفتم امروز هم دوبار من مرورش کردم. خواهشان دیگه سوتی ندید دیگه. یه سری نکته داره، حالا قرینه مبدا مختصر شاید جدید باشه. نیم ساز ربع اول سوم یه داریم. یه لحظه وایسید بعد همینم الان حل کن پریا ببینیم. حالا دقت کنید بچه ها، ابتدا مختصات بردار رو داره، انتها رو خواسته. بگید مختصات بی چی میشه. آفرین، آفرین آرش و سارا، آفرین، آفرین. آفرین کیمیا، آفرین حنانه، آفرین الناز. ایکس دقت کن آریان. آفرین الیاس. آفرین دینا، آفرین محشید، آفرین فاطمه، آفرین دینا. منفی ده؟ نه بخش دینا واسه نشتو. یه دونه نیست، دو تا عدد. یه دونه طول باید عدد بگیر دونه، یه دونه واسه طول عدد باید بگیر دونه. عرض دینا دقت کن. الیاس گفتم درسته که بچه چند بار میفرستی. آفرین. اینا هایی که واقعا درست حل میکنه یعنی واقعا تحسین داره. آفرین. نه نه نه، یه دینا بزرگ با هر فقط دینه خالی نمیشته، نمیشه منفی ده. آرش دو چی رو نفت؟ الان توضیح میدم.
دقیق گوش کن. خب گوش کن بچه ها، الان به ما ابتدا رو داده، مختصات رو داده. حالا من اول روبردار نمایش میدم، یه بارم با عملیات ریاضی گفته به این آبه با بردار انتقاله، یعنی از این ابتدا شما 7 تا برید سمت چپ، از این مثبت 4ی که هستید 7 تا برید عقب، چون منفی دیگه، وقتی که منفی باشه باید بریم عقب، مثبت بود میریم جلو. از این مثبت 4 هستی میگه 7 تا برو عقب آقای صالحی. خب اینجا مثبت 4 7 تا باید برم عقب. من رنگش عوض کنم که ببینید 7 تا باید از اینجا برم عقب. اینجا مثبت از ابتدا، ببینید نه اینکه همینجوری منفی 7 برم، از ابتدایی که بنده 7 تا دارم عقب. یه واحد، دو واحد، سه واحد، 4 1 2 3، این 5، این 6، اینم 7. درست شد؟ پس اینجا میشه 7، اینم چنده؟ 1 2 3، منفی 3. خب اینجا 7 اومدیم عقب، یعنی اینجا دیم. ما از اینجا مساوی شو من بکشم اینجای بالا، الان اومدیم اینجا. خب حالا گفته از این منفی تا اینجا که اومدی چیکار کن؟ از اینجایی که منفی 5 هستی آی سالی، برو چیکار کن؟ 5 تو برو بالا، مثبت برو بالا. اگه منفی به من بده باید میرفتم پایین تر، حالا چون مثبت داده برو بالا. گفته از این عرضی که اول هست، عرض اولت کدوست آقای سالی؟ منفی 5. از این منفی 5، 5 تو برو بالا. خب از این منفی 5، 5 تو برم بالا. 1 2 3 4 5، پس اینجا میشه 0. پس ببینید از اینجا هم بکشم، 1 واحد 2 واحد 3 واحد 4 واحد 5 واحد، میفته اینجا نقطه ب من، میفته اینجا. از این نقطه قرمز شروع کردم به نقطه آبی رسیدم، این میشه بردار آب من، این میشه بردار آب من. 7 اومدم عقب، 5 تا رفتم بالا. نقطه انتهای من کجاست؟ طولش منفی 3، عرض نداره، عرضش چیه؟ صفره. پس نقطه انتهای من میشه منفی 3 و 0. حالا از نظر عملیات ریاضی، خب به ما ابتدا و مختصات برداری داده. خب وقتی انتها رو بخوام به دست بیارم چیکار کنم؟ این دوتا رو با هم دیگه چیکار کنم؟ جمع کنم. پس میشه انتها مساوی با بردار ابتدا مثبت 4 منهای 5 میشه منهای 5 به اضافه مختصات برداری، به اضافه مختصات برداری هم بردار انتقال منفی 7 و مثبت 5. خب دو تا بعدی مثبت در منفی، من این علامت اول انتقال بدم که مثبت در منفی میشه منفی، مثبت در مثبت هم میشه چی؟ مثبت. خب من 4 منهای 7 مختلف العلامت ان کم کنی میشه علامت، بعد علامت بزرگتر میذاری. پس 7 تا 4 تا کم کنی 3، علامت بزرگتر منفی میشه منفی 3. منفی 5 مثبت قرینه، دو تا عدد قرینه رو با هم جمع کنی میشه چند؟ 0. ببینید با استفاده از عملیات ریاضی هم به همون چیزی هستش که با بردار رسیدیم. خب کسی از بچه متوجه نشده باشه، اگر اوکی فقط اوکی بدید، اوکی بدید. خب دینا نفهمیدی جان که همون این دینایی که فقط خالی بزرگه، اوکی نه اوکی بوده یا نه؟ نه یه دینای اوکی، آه اوکیه. بچه هر موقع من میگم اوکی بدید، اگه فهمیدی اوکی بدید، نه رو نه. خب اوکی هست، اوکی اوکی فهمیدم. پریا نفهمید فکر کنم. پریا دقیق